انتخابات آمریکا به سفارایی در میان ایرانی ها هم انجامید. بخشی از مردم بهبود معیشتشان را در گرو پیروزی بایدن می دیدند و بخشی به امید فشار بیشتر بر حکومت ایران خواهان پیروزی ترامپ بودند. از این سفارایی در افکار عمومی چه می فهمیم؟ سلام. در روزهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نام‌هایی چون جورجیا و پنسیلوانیا چنان برای مردم ایران آشنا از آب درآمد که به قول یکی از کاربران اینترنت انگار در جورجیا به دنیا آمدم. در پنسیلوانیا بود که به مدرسه رفتم و در آریزونا با محبوبم آشنا شدم. کاربر دیگری در اینترنت نوشت وزارت کشور آمریکا به ایرانی‌ها گفته امان بدهید، داریم می‌شماریم. این وضعیت نشان از حساسیت مردمی است که دریافتند انتخابات آمریکا در قیمت دلار، در نرخ اجاره و در قیمت گوشت و برنج و دیگر اقلام اساسی تأثیر می‌گذارد. ولی نتیجه این انتخابات از سوی دیگر بر نظام جمهوری اسلامی که در سالهای اخیر زیر فشار بی سابقه بوده هم تأثیر می‌گذارد. یا ادامه بقای اون را به مخاطره میاندازد یا به اون اجازه میدهد نفسی تازه کند و فصلی تازه برای خود بگشاید. آیا چنین است؟ عبدالله مهتدی فعال سیاسی با سابقه و از رهبران کرد اپوزیسیون ایران امیدوار است فشارها از داخل و خارج بر جمهوری اسلامی کماکان اون را به سمت فروپاشی ببرد. اما سعید برزین روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید 4 سال گذشته نشان داد تصور تغییر جمهوری اسلامی از طریق فشار سرابی بیش نبوده. خیلی خوش آمدید. آقای مهتدی به ما بگید در شرایطی که 4 سال گذشته تحت فشار بی سابقه دولت ترامپ جمهوری اسلامی فرو نپاشید، این 4 سالی که پیش روه از نظر شما چی در آستین داره؟ من فکر میکنم فروپاشی جمهوری اسلامی بیش از اون چه که به سیاست خارجی آمریکا، اروپا و یا کشور دیگه مربوط بشه، در وهله اول مربوط به سیاست‌های خود جمهوری اسلامی و خود حاکمیت و بسیاری از این موقعیت‌های دشوار اقتصادی معلول و ساخته و پرداخته و نتیجه حاکمیت خود این رژیم و سیاست‌هاشه، بیش از اون چه که به آمریکا یا اروپا یا جای دیگه مربوط باشه. برای اینکه ما دورانی رو هم دیدیم، در دوران احمدی نژاد صدها میلیارد دلار به بودجه ایران آمد و معلوم نیست کجا رفت. اتفاقا اختلاس ها رو بیشتر کرد، فسادهای گسترده مالی بیشتر شد، تورم زیاد شد و ما نتیجه مثبتی ندیدیم. من نظرم اینه مسائل اساسی ساختاری در مورد سیاست‌های اقتصادی این نظام وجود داره و تصور من این نیست که با حفظ این نظام و به خصوص با حفظ سیاست خارجی که داره، سیاست منطقه‌ای که داره، من امید گشایش زیادی رو نمی‌بینم. یعنی فکر می‌کنید 4 سالی که در پیشه فصل تازه‌ای برای حیات جمهوری اسلامی باز نمی‌کنه، فرصتی بهش نمی‌ده؟ اولین تأثیرش به نظر من این هست که روحیه خود افراد حاکمیت و رژیم رو تقویت می‌کنه و به نظرشون میاد یه مانعی از سر راهشون برداشته شده و سعی می‌کنن این رو استفاده بکنن برای اینکه روحیه مردم رو تضعیف بکنن، برای اینکه ما و جنبش‌ها رو تضعیف بکنن. ولی به نظر من این عامل اصلی نیست. نمیگم هیچ تأثیری نداره، خب میتونه آمپولی برای رژیم باشه برای مدتی، ولی من عامل اصلی و تعیین کننده رو در کشمکش بین حاکمیت و مردم میبینم. در ببینید این نظام دچار یک نوع فرسودگی و پوسیدگی درونی شده، زمینه رو باخته از لحاظ ایدئولوژیک و فرهنگی.
شما این رو دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید، بایدن سر کار باشه یا ترامپ یا هر کسی دیگری، که نسل جوان ایران یک گسسته اساسی داره از ارزش‌های حاکمیت. ارزش‌هاش متفاوته، سبک زندگیش متفاوته، خواست‌هاش متفاوته. انقلاب ارتباطات رو چه کار می‌کنید؟ شبکه‌های اجتماعی رو چه کار می‌کنید؟ می‌خوام بگم که مسائل خیلی اساسی وجود داره که من این نظام و این حاکمیت رو نه مایل و نه قادر به حلش نمی‌دونم. ولی با توجه به این چیزهایی که شما گفتید و در داخل کشور در جریانه، به اضافه فشار کمرشکن خارجی، فشار تحریم‌های دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی بود که شما و چند تن از همفکرانتون تشکلی به اسم شورای گذار رو تشکیل دادید. اولا بگم به قول حافظ، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. هیچ کس نمیدونه، هیچ دلیل سیاستی که در دوره اوباما وجود داشت بر این بر اساس یک تحلیل، بر اساس یک دیدگاه استوار بود، و اونم اینه: شما اگه دندون اتمی این رژیم ایران رو بکشید و باش مهربانی به خرج بدید، سر کیسه رو شل کنید و اجازه بدید قانونی و پنهانی و علنی پول برسه به دست این نظام، به تدریج اینا ملایم میشن، آرام میشن، به یک سیستم عادی، به یک نظام عادی و معمولی در دنیا تبدیل میشن. اونا رو بایستی دلشون رو به دست آورد تا وارد جامعه بین المللی کرد. اشتباه بود این سیاست. پولا رو گرفتن، ولی شما دقت کنید، رجزخانی های جمهوری اسلامی در دوره اوباما و ضدیت ها و کرکری خوندناش بر ضد آمریکا در دوره اوباما به مراتب بیشتر بود، برای اینکه ترامپ زبون بایدن بهتر میدونست. و فکر میکنین در دوره بایدن هم چنین خواهد شد و این باعث تخاصم بیشتر ایران و آمریکا میشه؟ چه این تحلیلی دارید واقعا؟ نه، تخاصم نیست. ایران هیچ وقت با آمریکا آشتی نمیکنه، هیچ وقت به یک نظام معمولی تبدیل نمیشه. خودشون تشخیص دادن، من از نظر منافع خودشون میگم، این غلط این سیاست. برای حفظ این نظام با این ایدئولوژی، با این جهانبینی، با این بلند پروازی های منطقه‌ای و مذهبی که داره، حفظ دشمنی با آمریکا لازمه برای ایران. و فکر میکنین چهار سال آینده هم چنین خواهد شد؟ آقای برزین، آیا واقعا جمهوری اسلامی زنگ تفریحی، تنفسی خواهد یافت در دوره بایدن؟ برای اینکه کار برای بایدن بسیار دشوار اگر بخواد با ایران مذاکراتی رو شروع کنه. از اون سو گفته میشه که آیت الله خامنه ای هم سخت تحت فشار خواهد بود با این چیزایی که گفته، که سیاست ما تغییری نمیکنه، فرقی نمیکنه کی در کاخ سفید باشه. ببینید، پیش بینی تحولات ایران همیشه مشکله و پول گذاشتن روی پیش بینی کار سختیه، اما به هر حال کاریه که باید انجام بدیم. من فکر میکنم که آمدن آقای بایدن احتمالاً و شاید، و تاکید بر این احتمالاً و شاید میکنم، میتونه فصل جدیدی در روابط خارجی ایران آغاز بکنه که به تشنج زدائی و تنش زدائی در سیاست خارجی به شکل محدودی بیانجامه. من نمیگم حالا این حتما 100% اتفاق خواهد افتاد، ولی این احتمال رو میدم. عوامل مثبت و منفی برای اقدام مشترک بین ایران و آمریکا وجود داره و این عوامل رو امیدوارم در این بحثمون باز بکنیم، که میتونه این اقدام مشترک رو توسعه بده و یا مانع اقدام مشترک دو کشور. ببینید، این عوامل متعددن، من به ترتیب در طول صحبتم وارد خواهم شد، ولی تأثیر فوری که انتخاب بایدن بر تحولات ایران داره قابل لمس است. یکی افکار عمومیه. استنباط من اینه که تأثیر مثبتی به نسبه
به نسبه بر افکار عمومی در داخل کشور خواهد داشت، یعنی یه مقدار به مردم روحیه میده، حتی احتمال داره رو قیمت ارز و کالاها تاثیر بذاره. در مورد تاثیر اون روی، چون بحث راجع به آینده نظام جمهوری اسلامیه، روی جمهوری اسلامی تاثیرش چه خواهد بود؟ تاثیرش اینه که در جناح‌های داخل حکومت دست اون جناحی که ما به عنوان میانه رو میشناسیم یک مقدار به صورت نسبی بازتر میشه، یعنی آقای روحانی و آقای ظریف و جریان فکری اونها در نظام دست به نسبه بازتری پیدا میکنن و جریانی که تندرو و ارزم به حضور شما دلواپسان و کاسبان تحریم به قول مطبوعات داخلی محسوب میشن، اینا دلخور شدن از این تحول، از آمدن آقای بایدن، و این رو هم در اپوزیسیون هم میبینیم، یعنی نیروهای اپوزیسیون به خصوص نیروهایی که دل به براندازی دارن، اینها یک مقدار ناامید میشن، ترامپ وجود نخواهد داشت که بتونن از او برای فشار حد اکثری و احتمالاً به خواسته اونها که من فکر میکنم واقع بینانه هم نیست، برای فشار به نحوی استفاده کنن که بتونن حکومت رو بندازن و بشکنن. و نکته ای که در این پروسه ای که اقدام مشترکی که در مهم خواهد شد حالا که بایدن روی کار آمده و تیمش رو خواهد آورد، اینه که در سال آینده چه کسی دولت ایران رو در دست بگیره، چون که ما آقای روحانی و ظریف رو داریم که اینا سابقه کار رو دارن، این روند مذاکرات رو انجام دادن، ولی اینکه در 1400 چه کسی به قدرت برسه در ایران عامل تعیین کننده خواهد بود. به بحث مربوط به دولت ایران در 1400 خواهیم رسید، بسیار مهمه به گفته شما. ولی پیش از اون آقای مهتدی، قبول دارید این صحبت آقای برزینو که نیروهایی که خودشون رو برانداز مینامن، اینها با این نتیجه انتخابات ناامید میشن یا حداقل امیدشون کم میشه به اینکه تحولات آینده ایران به سمتی بره که اونها میخوان؟ نه، اینطور فکر نمی کنم. ممکنه یه سری آدم های سطحی تأثیری روشون داشته باشه، و به خصوص این چیزیست که جمهوری اسلامی میخواد القا کنه به افکار عمومی که دیگه امیداتون از بین رفت، دیگه این رژیم موندنی شد، بقای ما تضمین شد. این چیزها رو ممکنه بگه برای اینکه به موازنه روحی و روانی بین مردم و حاکمیت، تو این موازنه حاکمیت رو تقویت کنه و امکان جنبش‌ها رو کم کنه. این شگردیست، این بخشی از جنگ روانی رژیم هست. ولی من فکر نمی‌کنم هیچ اپوزیسیون واقعی، مردم رو میگم چرا، ولی اپوزیسیون اگه فعلا بخوام بگم، هیچ اپوزیسیون واقعی امیداشو به این ترامپ نبسته بود. اصلا ترامپ ارتباطات خاصی با اپوزیسیون ایران برقرار نکرده بود. این کار نه، همچین پدیده‌ای وجود نداشت. شما اطمینان دارید که دولت ترامپ هیچ ارتباطی با هیچ بخشی از اپوزیسیون برانداز ایران نداره؟ اگر هم بوده بسیار ناقص و بسیار کم بوده. اصولا سیاست دولت ترامپ و وزارت خارجش روابط گسترده و تحبیب اپوزیسیون نبود، انگیج شدن و درگیر شدن و باشون تعامل کردن نبود. این چیز روشنی بود. این از اپوزیسیون. مردم نمیتونن دست بردارن برای اینکه گرسنن، برای اینکه تورم وجود داره، برای اینکه فساد وجود داره. مدت ها قبل از این چیزا تظاهرات شروع شده بود در ایران. میخوام بگم اعتراضای ایران، اعتراضای مردمی ریشه های آنچنان عمیقی داره که با یه سری عوامل روانی و بهره برداری روانی نظام تغییری نخواهد کرد. های برزن، قبول دارید که یک جنگ روانی در جریان هست؟ در این جنگ روانی حکومت ایران با استفاده از رسانه‌هاش، با استفاده از تمام امکاناتی که در دست داره، میخواد بگه که اومدن بایدن یعنی اینکه ما دیگه هستیم، حداقل تا 4 سال آینده ما میتونیم بر بقای خودمون سرمایه گذاری کنیم و بعد از اونم باید دید که چی پیش میاد. چنین چیزی واقعا؟ نه، من با این نظر موافق نیستم. یعنی اگر شما فکر میکنید این
پلتفرم. من سه صدا از داخل ایران میشنوم. صدای اول رو آقای خامنه‌ای سپاه اصولگراها هستن، البته در حواشیشون یه مقدار تونش فرق میکنه، ولی اونجا پیامی که میدن اینه که ما سیاست مقاومتی خودمون ادامه میدیم تا زمانی که به قول آقای خامنه‌ای آمریکا عقب نشینی بکنه و مایوس بشه. صحبت ایناست، موضع ایناست. یک صدا از دولت روحانی میاد، از کابینه میاد، از سخنگوی دولت میاد، از وزارت خارجه میاد، از آقای ظریف میاد که میگن ما هیچ وقت میز مذاکره رو ترک نکردیم، آمریکا برگرده به میز به برجام، ما گفتگوها رو ادامه میدیم. صدای دوم، صدای سوم که در حاشیه شنیده میشه، غیر رسمی تر، حاشیه‌ای تر، به اون بلندی اونها نیست، میگه که آقا ما به هر حال باید وارد مذاکره بشیم با آمریکایی‌ها، چه خوب چه بد، هزینه مذاکره کمتر از هزینه عدم مذاکره. صدای بلندتر صدای کیه؟ و تصور من اینه که آقای مقتدی میگه همون صدای بلندتر صدایی است که میخواد جنگ روانی موجود رو ببره به این معنا که ما موندیم ترامپ رفت. ببینید چنین شد و نتیجه بگیرین از این، ای مردم که ما ماندنی هستیم و ترامپ و ترامپیستا میرن. این با این هست دیگه چنین تلاشی. ببینید همین که شما چند صدای مختلف از دستگاه دارید میشنوید به این معنی هست که این موضعی که میگید که ما موندیم و او رفت موضع دستگاه سیاسی ایران نیست، یعنی مسئله خیلی پیچیده تر از این داره مورد بررسی قرار میگیره که صرفا بیان بگن که بله ایشون رفت و ما سیاست خودمون ادامه. نه، اونها متوجه فشارهای تحریم هستند، میدونن که پا به گلوی مردم گذاشته شده، مسکن، نون، آب، دوا، زندگی مردم تحت فشار، مردم دارن آسی میشن، میدونن اینا. من خیلی تعجب میکنم که جناب مقتدی میگن که فرقی نمیکنه، مثل صحبت آقای خامنه ای میگه فرقی نمیکنه که چه ترامپ باشه، چه تحریم باشه، چه نباشه. نه، فرق میکنه. خامنه ای میگه هر کس، من میگم، میگم شما مثل ایشون داری صحبت میکنی. نه نه، من میگم سیاست اونا اینه، من که نمیگم فرق نمیکنه. بگذارید اینو بگم، امکان این که این سیاست فشار حد اکثری بره کنار و در نتیجه تخفیفی رو فشارهای بین المللی یا فشارهای آمریکا رو ایران ایجاد بشه کاملا وجود داره با حکومت دموکرات ها و آقای بایدن، ولی اینطور نیست که ایشون هم بدون اینکه هیچ امتیازی از ایران بخواد و روز اولی که آمد بلافاصله یه چنین حکمی رو امضا کنه، طول میکشه و خواستهایی خواهد داشت. من فکر نمی کنم به سادگی برجام دوباره همه اینا رو بذاره. مضافاً ائتلاف‌های منطقه‌ای جدیدی که بر علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته نمی‌تونه مورد توجه دولت جدید آمریکا قرار نگیره. بنابراین ممکنه اونجور سرکیسه شل کردن و گشایش اساسی نباشه، ولی حتی اگر گشایشی یا تنفسی باشه من موقت میدونم، برای اینکه اینا بیشتر میره توی مافیاهای اقتصادی، میره توی کمک به حزب الله و حماس و تاثیر روی زندگی مردم نخواهد داشت. نمیگم هیچ تأثیری نخواهد داشت، ولی تأثیرش الزاماً تخفیف مبارزات مردمی نخواهد بود، برای اینکه مردم همیشه مجبور نیستن در حد اکثر گرسنگی و استیصال به خیابون بیان. این نکته مهمیه که با آقای برزین در میان خواهم گذاشت. ولی آقای برزین، این صحبت در مورد شروع مذاکرات با بایدن و مشکلاتی که چنین شروعی خواهد داشت، این جدیه. تحلیلگران دیگه هم گفتن این رو که ممکنه شروع مذاکره بین دولت ایران، بین حکومت ایران و بایدن و تیمش راحت باشه، برای اینکه بایدن گفته برمیگردم، اما ادامش چه بسا دشوارتر از مذاکراتی باشه که ممکن بود بین ترامپ و ایران رخ بده. من میگم بیایید مقایسه بکنیم سیاست ترامپ با سیاست بایدن، ببینیم که چطوری ممکنه برنامه پیش بره. ترامپ اومد بعد از 17 ماه در دولت از برجام خارج شد، آقای پومپئو 12 مورد
خواسته روی میز گذاشت از دولت ایران که به سه محور قابل تقلیله: مسئله هسته‌ای، مسئله سیاست خارجی ایران در منطقه و مسئله موشک‌های بالستیکی دوربرد. اینا رو گذاشت رو میز، گفت با من مذاکره کنید، من از به برجامم بر میگردم. تیم بایدن که اومده، موضع رسمی که گرفته و حزب دموکرات اعلام کرده، گفته که ما راه دیپلماسی و گفتگو رو باز میذاریم. این که میگه ما راه دیپلماسی و گفتگو رو باز میذاریم، به زبان دیپلماتیک یعنی چی؟ یعنی ما شرایطی رو فراهم میکنیم که طرف مقابل بتونه وارد از در وارد بشه و ما بشینیم با هم صحبت بکنیم. ولی ادامش چی؟ خب ممکنه شروع مذاکره بین ایران و تیم بایدن راحت باشه، ولی ادامش به این سادگی نخواهد بود. ساده نخواهد بود، ولی شما دقت کنید که اولا بایدن تیمی رو داره که مذاکره با ایران کرده، یعنی تمام نیروی کارشناسیش و عواملی که یک بار چند ماه چند سال با ایران مذاکره کردن، الان حضور دارن، زیر نظر آقای بایدن بودن و الان هستن. پس تیم اونجا آماده هست و به همین لحاظ به لحاظ عملی زودتر میتونه این برنامه رو آغاز کنه. میپذیرم که اینها هم، آقای بایدن هم، نگرانی های آقای ترامپ رو داره در مورد هسته‌ای، در مورد سیاست منطقه‌ای، در مورد موشک های بالستیکی، اما در مذاکره رو باز گذاشته، تیم قوی تری داره و حاضر امتیازاتی بده، مثلا بازگشت به برجام اگر برجام رو تایید بکنه که ما حاضریم در این چارچوب بار دیگر، و عللی که برجام در دور قبل شکست خورد و آمریکا هم دخیل بود در این شکست، ما اونها رو مورد نظر قرار بدیم و تصحیح کنیم. عامل دیگه اینه که برخلاف آقای ترامپ که دامادش رو میفرسته اسرائیل و ایشون بلندی های جولان رو بهش میده و سفارت رو میبره بیت المقدس و اورشلیم رو به رسمیت میشناسه به عنوان پایتخت، خیلی پیچیده تر، خیلی کارشناس تر، خیلی دقیق تر وارد مسائل ایران خواهد شد. اجازه بدید همین نکته رو از آقای مقتدی بپرسم. روابط تیم بایدن با اسرائیل و با عربستان شبیه روابط تیم ترامپ با این دو کشور نخواهد بود؟ نه، ولی شبیه روابط آقای اوباما هم نخواهد بود. مناسبات، تا جایی که مطبوعات و تحلیلگران میگن، مناسبات جو بایدن با اسرائیل و با لابی یهودی ها در آمریکا بسیار حسنه تره. ما شاهد نوعی مشکل، اگر نگم تنش هم شاید، بین اوباما و اسرائیل بودیم. بعید این دور شاهده همچین چیزی باشیم. به طور کلی سیاست مخالفان منطقه‌ای جمهوری اسلامی از جمله اسرائیل و سعودی و امارات و حتی خیلی دولت‌های دیگه هم که علنی نمیگن، اینه که از آمریکا خواهند خواست کاری نکنه که دوباره ایران گستاخ بشه، نیرومند بشه و به بلند پروازی ها موفق خواهند بود در این لابی. اونا تلاششون رو میکنن، اونا هم لابی های قوی دارن، اونا هم نیروهای قوی هستن و بایدن نمیتونه اینا رو مطلقا در نظر نگیره. سیاستش احتمالا حفظ نوعی توازن بین اینا خواهد بود. کار بایدن بسیار دشوار خواهد بود آقای برزین، دشوارتر از اوباما دیگه. درست. برای اینکه همجوری که آقای مهتدی گفتن، اصولاً وضعیت بایدن در آمریکا سخت‌تره. درسته، شرایط سخت‌تر هست، اما این هم توجه بکنید که ما درس از اقدام مشترک بین دو کشور گرفتیم. یعنی دو کشور وارد یک پروسه تعامل شدند، اقدام مشترک، و این اقدام مشترک به برجام انجامید و در البته نهایتاً زمینگیر شد، نکات مثبت و منفی داره. یعنی عواملی بود که دو طرف انجام دادن پیش بردن اقدام مشترک، و عواملی بود که دو طرف انجام دادن زمینگیر کردن. متوجه هستید؟ آقای برزین، این دو دولت، در واقع دولت آمریکا و دولت ایران، نه کل حکومت، به گفته خودتون تفاوت زیاده بین این دو، در دور دوم اوباما تازه به اینجا رسیدند. بله. که برجام رو سرپا کنن و در نهایت دولت اوباما رفت
و همه تحریم‌ها برداشته نشده بود. یعنی اینقدر کار دشوار بود. حالا ما در شرایطی هستیم که چند ماه بیشتر به گفته خودتون به پایان دولت روحانی و پایان دوره ظریف در وزارت خارجه نمونده. درست. بنابراین ما راجع به زمانی صحبت می‌کنیم که تازه قدم‌های برداشته شده و معلوم نیست در ایران کی رئیس جمهوره. ببینید من پذیرفتم که اولم گفتم که آمدن دولت بعدی در ایران یک عامل تعیین کننده است. مثلا میگم اگر قالیباف رئیس جمهور بشه یا تیپی مثل قالیباف رئیس جمهور بشه موضع ایران چه خواهد بود. ولی نکته‌ای که اونجا عامل استمرار هست کی رهبره؟ متوجه هستید؟ یعنی وقتی که اون اونجا نشست اون که تغییر میکنه و فکر نکنم مثلا در از یکی دو سال آینده فوت کنه، فرض رو بر این میذاریم، پس میتونه به عنوان عامل ادامه دهنده سیاست ایران باشه. نکته که خدمتتون من میخوام تاکید بکنم اینه که ببینید دو طرف چند قدم مثبت برداشتن که به اقدام مشترک انجام میدن. یک، وارد گفتگو شدن، هر دو طرف قبول کردن که گفتگو کنن. دو، ایران قبول کرد که مسئله هسته‌ای رو مورد بحث قرار بده. آمریکا قبول کرد که مذاکرات رو محدود به مسئله هسته‌ای بکنه. و سوم، فراموش نکنید که بعد از امضای برجام با اینکه اجرا نشد دو طرف اقدامات مثبتی برای حفظ اون انجام دادن. اولا ایران خارج نشد از برجام بر حسب گزارش آژانس اتمی، و آمریکا 7 ماه بعد از امضای برجام آقای اوباما 1.7 میلیارد دلار پول گذاشت توی هواپیما، اونطور که گفته میشه فرستاد تهران. این تلاش بود برای اینکه حسن نیت خودش رو نشون بده. اما ضعف‌های دو طرف رو هم باید ببینیم. بله. و اینجاست که آموزنده خواهد بود. بله آقای مهتدی، جالبه که شما در ابتدای صحبت ها بیشتر راجع به داخل کشور صحبت کردید، آقای برزین بیشتر راجع به روابط خارجی ایران صحبت میکنن. برای همین میخوام برگردیم به اون نکاتی که شما روش تاکید کردید. گفتید در داخل فشارها بر مردم زیاده، فساد رو میبینن، وضع زندگیشون رو میبینن، و این معنیش این است که فشار داخلی بر جمهوری اسلامی کم نخواهد شد. فکر میکنید چنینه؟ بل. اگر واقعا چنینه، به نظر شما جنبش ها، حرکت ها، تحرکات خیابانی در ایران با همون تناوب، با همون بسامد ادامه خواهد داشت واقعا؟ ببینید آقای کریمی، این اصلا پیشبینیش غیر ممکنه. در دولت‌های دیکتاتوری و به خصوص توتالیتری مثل ایران، در نظام‌های توتالیتر و دیکتاتوری روش‌هایی نیست که شما با اون افکار عمومی و تغییرات افکار عمومی رو به دقت بسنجید. ولی دیسکورس یا گفتمان اپوزیسیون ایران، از جمله تشکلی که شما از رهبرانش هستید، شورای مدیریت گذار، وقتی میخونید این رو من نمیگه، میگه که ما میشناسیم جامعه ایران رو، تحلیل ما این هست که تحرکات، اعتراضات بیشتر خواهد شد به دلیل اینکه فشار بیشتر خواهد شد. بله. این چیزی که من هر روز که میخونم میبینم. نه همینطور هست. میخوام بگم که تغییرات در دولت‌های دیکتاتوری به نظر غیر منتظره و ناگهانی میاد. خب اون زیر ساخته شده، اون زیر پخته، این جامعه شرایطش به تدریج فراهم شده. این شرایط میخوام بگم فراهم هست، ولی کی و چگونگیش نیست. برای اینکه شما انتخابات آزاد ندارید که ببینید آها پس مردم به این اپوزیسیون دارن رأی میدن. مطبوعات آزاد نیست که نظر آزاد رو مطرح کنه. تظاهرات وجود نداره، اظهار نظر وجود نداره، نظرخواهی وجود نداره. بنابراین این تغییرات و تحولات به نظر ناگهانی، انفجاری و غیر منتظره میان در دولت‌های و نظام‌های دیکتاتوری. در ایران هم همینطوره، کاملا ممکنه ناگهانی اتفاق بیفته. پیشبینی نحوه پیشبرد این سناریو، نه این اصلا کار ساده، اصلا کار ممکنی شاید نباشه. ولی شما عوامل و مؤلفه‌هایی رو که زمینه ساز چنین چیزی هستند کاملا می‌بینید توی جامعه، ولی نمی‌تونید پیش بینی کنید که به چه شکل و کی خواهد شد. قبول دارید که اگر یک سال پیش من با شما در این برنامه صحبت می‌کردم، نگاهتون، بیانتون با اطمینان خاطر بیشتری بود و
احتمالاً میگفتید که داره میره به سمت فروپاشی، ما باید آماده باشیم برای مدیریت این گذار چنین و چنانه، ولی الان صحبت از غیر قابل پیش بینی بودن. من همیشه نظرم این بوده که در این نظام‌های دیکتاتوری که راهی برای سنجش نیست و راهی برای ابراز نظر آزادانه و تدریجی مردم به طور مسالمت‌آمیز وجود نداره، پیش‌بینی‌ها بسیار مشکل‌تره. ولی اشکالی نداره آدم ارزیابیش رو از اوضاع یک سال، مدت کمی نیست، آدم ارزیابیش. شما ارزیابیتون رو فکر میکنید تا حدی تعدیل کردید یا تغییر دادید راجع به بقای جمهوری؟ زوده. من هنوز برای تغییر این ارزیابی زود میدونم. من هنوز ایران رو به عنوان یک نظام سیاسی دارم میگم، نظام سیاسی ایران رو غیر قابل دوام، غیر عادی، غیر سازگار با جهان و پیشرفتش و تحولش، غیر هماهنگ با خواستهای مردمش میدونم، پوسیده از درون میبینم. جدایی حاکمیت و مردم رو، اکثریت عظیم مردم رو در ارزشها، باورها، آرزوها، سبک زندگی خیلی زیاد میبینم. تبعیضات درونی جامعه ایران رو فوق العاده زیاد میبینم و دیدم که مردم آمدن اعتراض کردن. طبیعیه که بگم کاملا ممکنه بازم این کارو بکنم. اجازه هست من روی نکته ای که جناب مهتدی تاکید، من فکر میکنم یه مقدار ساده سازی دارید شما انجام میدید. مسئله رفتار مردم و افکار عمومی یه مقدار پیچیده تر از اینه که به این سیاه و سفیدی ما تفکیکش بکنیم. ببینید، نظرسنجی ایسپا در داخل کشور اخیراً یه نظرسنجی کرده بود. اکثریت مردم ایران از اونایی که پرسیده بود گفته بودن انتخابات آمریکا برای ما خیلی مهمه. اکثریت معتقد بودن که ترامپ برمیگرده، نظر اکثریت بود. 36% گفته بودند که اگر بایدن بیاد به نفع ماست، 8% گفته بودن اگر ترامپ بیاد به نفع ماست. 36% بایدن، 8% ترامپ. حالا میتونید بگیم اینا دروغ تبلیغات دولتی، ولی من نه، من یه مقدار معتقدم که این نظرسنجی که فقط در آمریکا، در جاهای دیگه هم تجربه مشاهدات اخیر به ما نشون داده خیلی به نظرسنجی ها اعتنا نکنیم، ولی شما هم ذریب خطای زیادی میگذارید برای این نظرسنجی. ولی به هر حال میگم که مسئله رو سیاه سفید به این صورت کردن هم کار اشتباهی. ولی آقای برزین، یه نکته در صحبت‌های آقای مهتدی در ابتدا بود که حتما اون رو دوباره باید بیاریم بذاریم وسط. اون خیلی بحث جامعه شناختی مهمیه در ارتباط با ماندگاری رژیم‌های سیاسی، و اون نکته این است که مردمی که اعتراض میکنن و اعتراضشون انفجاری میشه تا اون حد که رژیم حاکم رو، نظام سیاسی حاکم رو در معرض خطر قرار بده، ضرورتاً مردمی نیستن که دیگه به حداقل امکانات کشانده شدن و به فقر کامل رسیدن. خیلی از اوقات مردمی هستن که از یه دوره فقر، از یه دوره ناامنی معیشتی و ناامیدی به آینده عبور کردن و یک گشایش ایجاد میشه، اما میبینن این گشایش به تغییر اساسی در زندگیشون نمیانجامه. خیلی ها ممکنه بگن بله، ترامپ چنان مردم ایران رو دچار فلاکت میکرد که دیگه این مردم اصلا جرأت حرکت نداشتن، جرأت تحرک نداشتن. ولی الان ممکنه بپرسن که این گشایش، این میلیاردها، نمیدونم این روابط اقتصادی جدید برای ما چی آورد؟ ببینید، من همه این صحبت‌ها رو میپذیرم، ولی من میگم پیچیدگی مسئله رو با دقت بیشتری باید حساب بکنیم. پیچیدگی افکار عمومی در ایران الان چه شکلیه؟ اینطوری بذاریم، اینی که بگیم مردم اینطوری هستن، نه، من اینو قبول ندارم. خیلی پیچیده‌تر این توده 80 میلیونی رفتار خواهد کرد. رژیم چه جوری صحبت می‌کنید انگار فقط شما پیچیدگی رو می‌بینید. نه نه، اجازه بدید. نه، وقتی که شما میگید مردم در برابر حکومت، به نظر من خیلی ساده سازیه. ببینید، توده 80 میلیونی که در ایران وجود داره، این حکومت 1% این جامعه رو به عنوان نیروی حزبی خودش داره. 1%، این ارزیابی منه، متوجه هستید؟ و 10% به عنوان قدرت بسیج اجتماعی داره. انتخابات اخیر 10% رأی دادن، مجلس 10%. این امکانات
این فرقه دست راستی در حکومت. من از جماعت 80 میلیونی در هر کشوری حدود 20 تا 30 درصد اصلا به سیاست کار نداره، کاسب زندگی خودشو میکنه، معلم، پرستار، هر کس به سیاست اصلا علاقه نداره. پس این شد 40 درصد ما گذاشتیم کنار، درسته؟ 10 درصد حکومتی ها، 30 درصد غیر سیاسی ها. محض اینکه بحث رو پیش ببریم، من میگم 10 درصدم اصلاح طلب و رفرمیست، 10 درصدم برانداز، 40 تا 50 درصد رأی شناور میمونه. متوجه هستید؟ این رأی است که پتانسیال انقلابی که شما بهش اشاره میکنید اینجاست. این رأی است که رأی شناور خاکستری میتونه یه روز خاتمی رأی بده، فرداش احمدی نژاد رأی بده، بعد رضا پهلوی رأی بده، بعد روحانی رأی بده. شناور این رأی، اون پتانسیال انقلابی رو که شما میگید، من در اون 50 درصد مشاهده میکنم، در حالی که مد نظر دارم اون 10 درصدهای دیگه ثابت وفادارم هستن. در شرایطی که آقای ترامپ میاد پاشو میذاره روی گلوی ملت و فشار میده که در طول تاریخ بی‌نظیره که من به لحاظ اقتصادی شما رو خفه بکنم، که آسیب بشید برید تو خیابون قیام بکنید، این نکته نهایی جناب کریم. تأثیر این فشار اقتصادی بیوقفه و بیرحمانه این نیست که اینها به خیابان خواهد آمد. درسته که یک عنصری از اینها خواهد آمد، ولی تأثیر نهایی سیاست زدگی و تنفر از حوزه سیاست سیاسی و سیاست مداران خواهد بود. چه نهایی محتلی؟ من فکر میکنم که من از این آمارایشون هم اثبات نشده است، ولی کن شاخص‌های دیگری وجود داره تو جامعه ایران که ایشون توجه نمی‌کنن بهش. ببینید، من گفتم که اکثریت بزرگ جوانای ایران دیگه هم ارزش نیستند، هم گفتمان نیستند با حاکمیت. روایت‌های حاکم و این همین چیزایی رو که آخونده و آیت الله ها و سران سرداران سپاه و اینا میگن، این فقط در بین قشر خیلی کوچیک و کوچک شونده تری تو جامعه ایران پژواک داره. ولی آقای مهتدی، ممکنه این ناسازگاری وجود داشته باشه و طی دهه های متمادی به رغم این ناسازگاری یک نظام سیاسی سرپا باشه. اتحاد شوروی احتمالاً از دهه 30 و 40 میلادی، اگر نه اون موقع به دلایل مربوط جنگ دوم جهانی، از دهه 50 و 60 میلادی احتمالاً در درونش چنین ناسازگاری دیده میشد. فروپاشیش در دهه 80 بود، در واقع آخر دهه 80. بنابراین این ناسازگاری معنی نیست. صحبت ما این است که در 4 سال آینده آیا یک فصل جدید برای جمهوری اسلامی باز میشه یا نه. یه آمپولی هست، یه تنفسی میتونه بکنه و از لحاظ روانی به تقویت روحیشون و به رجز خونی بیشترشون منجر میشه. کار کسانی که نیروی برانداز یا سرنگون ساز هستن رو فوق العاده دشوار میکنه دیگه. نه الزاماً، باید دید چطور میشه. چه عواملی شما رو وامی داره که بگید باید دید؟ برای اینکه قبل از هر چیز و در درجه اول، به دلیل اینکه اون پارامترهای اساسی، اون مؤلفه‌های اساسی که مردم رو به این اعتراض و نارضایتی کشوند پا برجاست و تغییر اساسی نمی‌کنه، نمی‌تونه بکنه، نمی‌خوان بکنه، قادر به اصلاح اقتصادی و اجتماعی و سیاسی وضع ایران نیستن. و دوم این که شرایط بین المللی هم اینطور نیست، خیلی دیگه برای جمهوری اسلامی به کلی به سود جمهوری اسلامی. شما همین اروپا رو در نظر بگیرید. اروپای الان با دو سال پیش متفاوته در این مورد. نه اینکه از این رو به اون رو شده، ولی تغییراتی رو ما مشاهده میکنیم در سیاست اروپایی ها در قبال جمهوری اسلامی ایران. شما پارلمان آلمان رو در نظر بگیرید، تحولات اینا رو اگه در نظر بگیرید، میتونید ببینید که ماه عسلی هم که اروپایی ها برای مدتی داشتن به دنبال برجام دیگه وجود نداره، ائتلاف های منطقی دیگه وجود نداره. اینها رو و بایدن اوباما نیست، اینا رو همه بذارید به عنوان عوامل ثانویه در کنار
عامل‌ها و یا فاکتورهای داخلی به نظر من در اون صورت نمیتونید بگید که ما دیگه تو 4 سال دیگه هیچ خبری نخواهیم داشت. آقای برزین، اروپا الان حساسیت بیشتری به سیاست منطقه‌ای ایران، به موشک‌های ایران و به عوامل دیگه‌ای که برگشتن به برجام رو دشوار می‌کنه بیان کرده دیگه. چنین هست دیگه. آیا این حساسیت اروپا به سیاست منطقه‌ای ایران، به موشک‌های ایران که در یکی دو ساله اخیر بارز شده، اونجوری که آقای معتدی گفتن و این واضحه دیگه در لحن اروپایی، این کار رو دشوار نمی‌کنه؟ برای اینکه یه پا خب دولت آمریکا بود، پای دیگه اروپا بود. اروپا هم الان سخت‌تر می‌گیره. درسته، کاملا درست می‌فرمایید. ببینید حالا بایدن اومده، باید ببینیم که سیاستش رو چجوری پیش خواهد برد با اون تعهدی که گفتم اول صحبتمون. درسته، من میام میگم که بیایم بدترین سناریو رو بذاریم، یعنی بایدن بیاد همون 12 خواسته پومپئو رو بذاره رو میز. درسته، 12 بدترین سناریوه دیگه، همون خواسته پومپئو رو بذاره رو میز، بگه من اینا رو میخوام صحبت کنیم. درست، سه محوره: هسته‌ای، موشکی، سیاست منطقه‌ای. آیا ایران میتونه در این موارد وارد مذاکره بشه و به صورت تاکتیکی به توافق برسه و اقدام مشترک بکنه؟ به نظر من بله. اجازه بدید من توضیح بدم. جناب مهتدی، من معتقدم که در هر سه مورد خودتون رو به جای جمهوری اسلامی نذارید شما. من دارم توضیح میدم چرا معتقدم امکان یک چنین توافق و اقدام مشترکی وجود داره. ببینید، مسئله هسته‌ای در چارچوب برجام تشریح شده، یعنی اگر حق ایران برای غنی‌سازی برای مقاصد صلح‌جویانه مورد تایید قرار بگیره، اختلاف نظر اساسی وجود نداره. دو محور دیگه صحبت کنید. چطوری ایران حاضر از موشک‌ها کنار؟ خیلی خوب، ببینید در مورد موشک‌ها، مسئله موشک‌های دوربعد بالستیکی مورد که میتونه کلاهک هسته‌ای رو هم بکنه، مورد نگرانی کشورهای خارج است. اگر تحولی اقدام مشترک دوباره شکل بگیره، فرض دارم میکنم، من که مقام ایرانی نیستم، که من که در هیئت مذاکره کننده نیستم، فرض داریم میکنیم، مثلا دولت ایران میاد پیشنهاد میکنه که به صورت داوطلبانه برای مدت 2 سال آزمایش موشک های بالستیکی رو تعطیل میکنه و میگذاره که بعد از این 2 سال مذاکراتی انجام بشه که بر مبنای اون تصمیم بعدی خودش رو بگیره. این میتونه مبنای اقدامی برای سیاست منطقه‌ای و برای از حمایت از حزب الله دست میکشه. ببینید مسئله سیاست منطقه‌ای، پیشرفت سیاست ایران در منطقه که عوامل مثبت و منفی داره، حرکت ایران در برابر داعش در سوریه و در عراق، شما فراموش نکنید که اگر اقدام تلاش ایران نبود، آقای برزین، عوامل اصلی منطقه‌ای در حال حاضر تخاصم با اسرائیل. آباریکما، زنده باد ایران، زنده باد، زنده باد، زنده باد. ببینید ببینید مسئله اصلی حمایت ایران از نیروهای شبه نظامی که مورد نگرانی کشورهای خارجی هست و به اصطلاح پیکان توسعه سیاست خارجی ایران در منطقه بوده، مسئله اصلی نگران کننده موضعی است که در برابر اسرائیل میگیرند. متوجه هستید؟ یعنی کلید قضیه در مورد در این زمینه هم ممکنه ایران کوتاه بیاد. اگر این به لحاظ تاکتیکی میشه مسائلی رو مطرح کرد، اگر ایران بپذیره که در یک حریم 200 کیلومتری فعالیت نظامی در مرزهای سوریه نداشته باشه، اسرائیل نداشته باشه، مثلا دارم میگم دیگه، یا بپذیره دفاکتو که ما دولت فلسطین رو به رسمیت میشناسیم و میسپریم به دست خود فلسطینی ها که یک پروسه دموکراتیکی رو ان شاء الله بتونن طی بکنند، متوجه هستید؟ اینها میتونه عواملی باشه برای حل این دو مسئله. حل اگه کوتاه‌تر چنین فکر میکنید بشه؟ نه اصلا. در مورد مسئله اتمی ایران، اگر صرف مسئله اتمی باشه، تازه اون هم بدون اشکال نیست، برای اینکه اون بندهای مربوط به غروب به اصطلاح که بعد از مدتی ایران دوباره میتونه وارد یه سری فعالیت ها بشه، اون رو هم من فکر نمی‌کنم به سادگی دوباره هضم بکنم. برای اینکه دولت ترامپ خیلی اون رو بارز کرد، خیلی بارز کرد و خیلی کارشناس، سخت برای بایدن که اون رو نادیده بگیره. سخت برای بایدن، ولی فعلا اتمی رو بذاریم کنار.
این چیزی که آقای برزین میگه در واقع اینه که ایران میتونه سر آمریکا کلا بذاره، بگید باشه دو سال میذاریم ببینیم چی میشه، حالا معلق میکنیم دوباره شروع کنه. آخه همین نوع سیاست کلاهگذاری که جمهوری اسلامی روی جامعه بین المللی کرد، دنیا رو به جمهوری اسلامی بدبین کرده و اون رو بدعهد میدونن، دروغگو میدونن و هست. یعنی فکر میکنید برجام کلاهی بود که جمهوری اسلامی بر سر جامعه نه 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 ولی توجه کنید، یعنی حرف ترامپ این بود دیگه نه برجام کلاهی بود که جمهوری اسلامی گذاشت سر بدون این دیدگاه هایی که آقای اوباما داشت، این دیدی که عرض کردم که اگه تو مسئله اتمی خود ما ازش امتیاز بگیریم و جاهای دیگه بهش امتیاز بدیم، این دولت دیگه را میاد با غرب. درست خلاف این اتفاق افتاد، یعنی گستاخی ایران در منطقه و دخالت های ایران در منطقه فکر میکنید کوتاه بیاد ازش؟ یعنی فکر میکنید ایران نمیتونه چنین گستاخی هایی رو متعرف کنه؟ حتی اگر برای اینکه آقای مهتدی، آیت الله خامنه ای میگه نه جنگ نه مذاکره، ولی جمهوری اسلامی حتی با صدام مذاکره کرد. اگر با صدام مذاکره کرد، آیا با بایدن مذاکره نمی‌کنه؟ دیگه با خصمی مذاکره کرد که آیت الله خمینی میگفت که این به کلی باید از میان برداشته بشه، از اینجا ما بریم اسرائیل، ولی مذاکره کرد باش. بله بله، اتفاقا اگر از من میپرسید، ترامپ هم اگه سر کار میومد، من احتمال مذاکره رو اصلا کم نمیدونستم. با بایدن هم احتمال مذاکره رو بیشترم میدونم. ولی فکر نمی‌کنید اون چیزی که جمهوری اسلامی بخواد دیگه بهش برسه؟ ولی من میگم که میتونه تعدیل های تاکتیکی ایجاد بکنه تو سیاست خودش جمهوری اسلامی، اتفاقا استادن تو این کار، نرمش قهرمانانه درست میکنن برای خودشون. ولی ذات این سیاست و هسته اصلی این سیاست که عبارت از ایجاد این جاه طلبی های منطقه‌ای هست از سوریه، اینا رو دیگه چجوری میخوان حل بکنن؟ اگر دست برداره، من امیدوارم دست برداره، ولی خیلی خیلی بعید میدونم دست برداره، برای اینکه این با هستیش، با ایدئولوژیش، با جهان بینیش، با آرمانایی که خودشو با اون تعریف کرده جور در نمیاد. آقای برزین، تحلیل شما که از همون ابتدا بر چند دستگی و عدم یک پارچگی نظام سیاسی ایران استوار بود، ممکنه با انتخابات ریاست جمهوری ایران که چند ماهی بیش باش فاصله نداریم به هم بریزه؟ بیشتر تحلیلگرا میگن که در انتخابات ریاست جمهوری بعدی احتمالاً با نظام یک پارچه تری مواجه خواهیم بود در ایران. این عملاً منفذهایی که شما بهش امید میبندید رو اگر نه کاملاً میبنده بسیار کمتر میکنید. کار آیت الله خامنه ای رو هم دشوار میکنه، یعنی سیاست نه مذاکره نه جنگ رو دشوارتر خواهد کرد اگر یک رئیس جمهوری باشه که مثل روحانی راغب نباشه به تعامل با جهان غرب. ببینید، این که سپاه قدرت داره میگیره و نیروهای نظامی قدرت دارن میگیرن و به نظر من یکی از پیامدهای مستقیم سیاست آقای ترامپ دستگلی بود که با آب داد، تندروها رو در ایران قوی کرد و اصلاح طلبها رو داغون کرد و زمینه نیروهای میانه رو از بین برد، دستگل آقای ترامپ بود. می‌کنید چنین چیزی بر اثر سیاست‌های ترامپ؟ بله، اگر بر اثر سیاست‌های خود دولت روحانی که از هر دو ببینید، موارد ضعف‌های هر دو طرف، اشتباهات هر دو طرف نشد، باعث این شد که گستاخی تندروها در ایران رو به مراتب اوباما تقویت کرد، برای اینکه به شون اطمینان داد که با مانعی برخورد نخواهند کرد. بله بله. خب به شرط رجبین باید یه بحث بگذاریم، ولی برگردیم به سوالی که من پرسیدم. کار ایران از جمله آیت الله خامنه ای برای تعامل با غرب بسیار دشوارتر خواهد بود. خواسته های ایران در شرایط موجود چه میتونه باشه؟ ببینید، خواسته های ایران نیست. ببینید، سوال روشنه. ریاست جمهوری آینده آقای برزین. بله. بیشتر تحلیلگران میگن دیگر از آن نیروهای اگر نه اصلاح طلب، نیروهای میانه رو نخواهد بود. درسته. این معنیش چیه برای امکان شروع مذاکرات؟ ببینید، اینکه چقدر ببینید، من اینطوری میبینم قضیه رو.
علی رغم تأکیدی که جناب مهتدی بر عنصر ایدئولوژیک بودن حکومت داشتند و من تایید میکنم این عنصر ایدئولوژیک رو نمیشه نادیده گرفت، اما این تمام داستان نیست. یعنی همین عنصر ایدئولوژیکی که در رأس حکومت نشسته، همین عنصر به آقای ظریف که برو امضا کن. بله متوجه. پس انعطاف پراگماتیستی و تاکتیکی رو هم ببینید. خب متوجه سوال خب. من اینه که آقای ظریفی نخواهد بود احتمالاً. اون مسئله نیست. اتفاقا بحثی که مطرح میشه در حوزه‌های داخلی ایران، میگن آقا این اکسیر جوانی توافق با آمریکا رو کی میخواد بخوره؟ متوجه یعنی شما فکر میکنید آقای برزین، یعنی شما فکر میکنید انتخابات آمریکا و اومدن بایدن میتونه تأثیر بگذاره روی انتخابات ریاست جمهوری ایران به این معنا که یک عنصر میانه رو که میشه؟ من فکر میکنم که حتی اگر از نیروهای دست راستی و عناصر سپاه وارد حکومت هم بشن، این احتمال که زیر نظر آقای خامنه‌ای به یک توافق پراگماتیستی با آمریکا نزدیک بشن وجود داره. چرا؟ اگر آمریکا میخواد از حوزه هسته‌ای فراتر بره که طرفین به توافق رسیدن، فقط در اجرا شکست خوردند، دقت کنید، و مسئله منطقه‌ای و موشک‌های بالستیکی رو وارد مسئله کنه، ایران هم میتونه خواسته‌های خودش رو بذاره. یک اینکه آمریکا در امور داخلی ایران دخالت نکنه. دو اینکه حق ایران رو برای مشورت در امور منطقه‌ای بپذیره. اینها خواسته هایی که ایران چنان دست بازی خواهد داشت که بتونه واقعا این خواسته ها رو بگذاره. معامله اینه، شما وارد معامله میشید، میگه آقا این جنس چقدره، اون میگه اینقدر، شما چونه میزنید سر قیمت توافق میکنید یا نمیکنید. این روند معامله است و اینها در مسئله هسته ای این معامله رو انجام دادن. چرا در مورد مسئله موشک های بالستیکی دوربرد نکنن؟ امید من در درجه اول به عوامل داخلی، این عوامل داخلی رفعش از توانش و از تمایل حتی جمهوری اسلامی خارج نیست. تنفسی میتونه بده، مطمئنم با اومدن آقای جو بایدن نایاکی یا تو آمریکا فعال میشن و شروع میکنن به جست و خیز و سعی میکنن چیز دیگه ای رو القا کنن، سعی میکنن تو مطبوعات گفتمان دیگه ای رو بیارن. ولی این واقعیت های سرسخت جامعه ایران عمدتاً به حال خودش باقیه و شما یا آمپولی بزنید یا نه. نمیگم هیچ مهم نیست، نمیگم تأثیر نداره، مطمئناً مورد بهره برداری جمهوری اسلامی به انهای مختلف قرار خواهد گرفت، ولی به این سادگی و سرراستی هم نیست. سال اول آقای بایدن به نظر من بیشتر صرف ترمیم روابط آمریکا با اروپا خواهد شد تا به برجام رسیدگی بکنه. خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه عبدالله مهتدی و سعید برزین. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. روز و شب بر همه شما خوش.